بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. به کانال پیوان میدیا خوش آمدید. امیدوارم جور و صحت مند باشید. ویدیو امروزی در مورد دو سوره آخر قرآن می باشد، سوره های فلق و ناس. این دو سوره فضایل زیاد و عجایب و غرایب دارد. علما تحقیقات کردند و روش های عملی زیادی را از این سوره ها استخراج کردند که شما را شوکه خواهد کرد. در این ویدیو یک روش عالی را به شما بیان می کنیم، حتما انجام بدهید. اگر عمرتان تا روز قیامت باشد، تا روز قیامت انشالله العزیز بالایتان سحر و جادو اثر نمی کند، قطعا نمی کند، و همچنان خواری و ذلت و رسوایی دشمن خود را با چشمانتان مشاهده خواهید کرد. همچنان برای باطل هر نوع سحر و جادو که حال دچار و گرفتارش هستید هم از بین می رود و باطل می شود. حسد و کینه و بغض دشمنان هم از بین می رود و شما بعد این عمل احساسی آرامش و خوشی در خانواده تان خواهید کرد. این دو سوره آخر قرآن 11 آیت می باشد. این دو سوره یک اعزازی دیگر هم دارد که یگانه از سوره هایی می باشند که دوبار بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. زمانی که بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر و جادو شد، جبرئیل امین علیه السلام آمد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که این دو سوره ها را بخواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره ها را خواند. 11 آیه است و 11 گری زده شده بود. با خواندن هر آیه یک گری از سحر و جادو باس می شد و بعد خواندن کامل این دو سوره حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملا جور و صحت مند شد. سوال اینجا پیدا می شود که سحر بالای پیامبر چگونه اثر کرد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده ما را که برای نجات از شر سحر و جادو از این دو سوره ها استفاده کنیم. دوستان عزیز، اینجا دو علت است، بلکه سه علت می باشد. اول اینکه بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم جادو شد برای اینکه خداوند به جهانیان نشان بدهد که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است، جادوگر نیست. چون علما میگویند که جادو بالای جادوگر کار نمیدهد، جادوگرا دچار سحر و جادو نمیشود. والله اعلم. در حالی که شما از داستان موسی علیه السلام و جادوگران فرعون خبر دارید، موسی علیه السلام به تنهایی در مقابل 70,000 جادوگر ماهر و چیره دست فرعونیان مقابله میکرد، باز هم همه آنها تسلیم شدند و هیچ کاری به پیامبر کردن نتوانستند. پس قرآن که بزرگترین و معظمترین کتاب خداوند می باشد و این دو سوره چنان نیرو دارد که نمی شود در چند کلمه خلاصه کرد. علت دوم این می باشد که وقتی بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر و جادو می شود و اثر می کند، بالای من و تو که امت محمد هستیم 100% و به درجه اعلی سحر و جادو اثر می کند. پس باید متوجه و مواظب خود باشیم و اعمالی که رسول خدا برایمان بیان کرده تا از شر سحر و جادو نجات یابیم را باید در زندگی خود عملی کنیم. علت سیوم که بالای پیامبر ما سحر و جادو اثر کرد این است که محمد صلی الله علیه و سلم رهنمای ماست و اگر بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم جادو نمی شد و بالای ما و شما می شد، پس ما از کی رهنمایی می گرفتیم که چگونه سحر و جادو را باطل کنیم؟ بلکه در این جادو حکمت خداوندی بود تا به امت نشان بدهد که شما هم این گونه خود را از سحر و جادو نجات بدهید. دوستان عزیز، اگر در خانه شما مشکلات خانوادگی است، به خصوص زنها در بین خود خیلی اختلاف دارند، در خانواده که مشترکاً زندگی می کنند، یعنی برای اختلافات خانوادگی، و یا اگر بین شرکا مشکلات است و یا در اجتماع خود و کوچکتان مشکلات دارید، اگر در خانه‌تان همیشه مریض هستند، اطفال با هم همیشه در جنگ و در نزاع هستند و هیچ علت را نمی دانید، همچنان برای حالت هایی که سر بعضی زنهاش پش و خسک پیدا می کند و این حالت وقتی رخ می دهد که سحر و جادو به اوج خود برسد و نهایت شدت اختیار کند، این یک علامت واضح آن است، خوب باید داشته باشید. و حتی اگر مرد باشد، ریش و برودهای آنها همش به شو خسک می گیرد که نماینگر سحر جادو، یعنی نهایت سحر جادو می باشد. عزیزانم، مشکلاتان هر چی باشد، هر نوع مشکلات روحانی که باشد، شما آب را گرفته به اندازه کافی، آب را گرفته برای آن 30 بار صلوات یعنی درود بخوانید، هر صلواتی که باشد، و بعد 21 بار در آب این دو سوره را بخوانید. هر بار بسم الله الرحمن الرحیم بالای هر سوره بخوانید. بعد در اخیر هم 3 بار صلوات بخوانید و به آب بدمید و این آب را به همه بدهید بنوشند. این آب را در دیگ انداخته در پخت پس از آن استفاده کنید، در خمیر انداخته نان پخته کنید، یعنی هر قدر که ممکن است از این آب زیادتر استفاده کنید، و همچنان این آب را در شاور انداخته و تمام در و دیوارهای خانه را آب پاشی کنید، مثل سپری، بخصوص دروازه ها را،
و کنج های اتاق ها را این عمل را یک بار صبح و یک بار شام انجام بدهید و برای 21 روز ادامه بدهید. اگر دشمنی است، دشمنتان خوار و زار می شود. با شما قطعا مقابله کرده نمی تواند. اگر سحر و جادو باشد، از بین می رود. اختلافات خانوادگی به دوستی و محبت تبدیل می شود. سکون و آرامش را هر طرف احساس خواهید کرد. همچنان از خانواده ها حسد، بغض و کینه و بدخلاقی را دور می کند این عمل. دوستان نهایت عزیز، باطل هر نوع سحر و جادو در این دو سوره است و حل تمام مشکلات روحانی در این دو سوره است. یک چیز دیگر را به شما می گویم، اگر می خواهید که تمام عمر سحر و جادو بالایتان اثر نکند، اگر عمرتان تا روز قیامت باشد، خداوند به همتان عمر دراز بدهد، سحر و جادو بالایتان قطعا کار نمی کند. هر قدر که دشمنانتان کوشش کند، هیچ قطعا اثر نمی کند بالایتان. اگر شما بعد هر نماز فرض 3 بار این دو سوره را بخوانید و با آن مداومت کنید، اگر 1000 بار کوشش کنند جادو کنند، ولی اثر و نتیجه جادو برای شما معلوم نمی شود. وقتی که این 3 سوره را می خواهید، بعد آن بدستانتان بدمید و دستان را برای سر و سینه و تمام بدنتان جایی که امکان دارد کش کنید و سحر و جادو برای تمام عمر بیخم باشید. امیدوارم ویدیو خوشتان آمده باشد. با دوستانتان شریک بسازید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارد.